سلام، امیدوارم که تندرست و شادکام باشید. منصور سپهبند هستم. شما رو به تماشای یکی دیگر از برنامه های تاک شو که هر هفته در روزهای یک شنبه ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس پخش میشه دعوت میکنم. مهمان برنامه امروز چهره بسیار آشنا هستند که سه نسل با آثار خاطر انگیز ایشون آشنایند و اشعار و ترانه های این ترانه سرا و نویسنده و شاعر سبب موفقیت بسیاری از خوانندگان ما در خارج از کشور و یا احتمالاً پیش از انقلاب شده. مهمان این هفته آقای مسعود امینی هستند که بهشون سلام میدم و خوش آمد که به برنامه تاک شو تشریف آورد. درود بر شما. صحبتی دارین با بینندگان عزیز؟ درود بر سلام خداوند به هموطنان عزیز و ارجمندمون. به دو بابت، یکی این که تعزیت و تسلیت به همه اونهایی که باورمند هستن به انسانی که ایستاد و گفت اگر با من هم نظر نیستی نباش، اگر مسلمان نیستی نباش، آزاده باش. انسانی که ایستاد جانش رو داد و با یزید بیعت نکرد. به همه شون تسلیت و تعزیت میگم، به همه باورمندان به این اندیشه. دوم، در ارتباط با فوتبال به همه شاد باش میگم. چه لحظات خوبی بود. بله. تو امان با هم دیگه، این ارزش های ملی ما بغل هم دیگه گاهی اوقات یک شکلی میشه که محصولش مهمه. هم بردیم، هم خوشحالی کردیم، هم برای باورمون دل سوزوندیم و اکثر عملهای انسانی نشون دادیم. بعضی ها خیلی خشن و غیر دوست داشتنی و غیر انسانی که ما بچه هامون رو در حضور مردم دنیا تو سرشون قمه بزنیم. اینا در شأن بچه های ایران اسلامی نیست، ایران مسلمان فلسفی و روحانی. اون چیزی که هر کس آزاد بود، اگه دوست داشت عرقش رو میخورد، وضوش رو میگرفت، میرفت نمازش رو میخوند. اون دین ماست و به همه اونایی که باور به این دین دارن، بعضی هم اونو نمی نوشن و عبادت خودشون رو ببینید، اصلا به نوشیدن و ننوشیدن نیست. هر کسی برای رفتن در خونه معشوقش به یه وسیله متشبث میشه. یکی یا علی، یکی میگه یا امام رضا، یکی میگه یا حسین. برای اینکه فرهنگی به ما آموختن که اینا منزه‌ترین انسان‌هایی هستن که نزدیک به خداوندن. شما به یه وسیله متشبث میشی. بله. به یه بزرگتر، به یه، اگر هم عدسه آدم بیرون میکنن، میری مادرتو میاری، میری پدرتو میاری. انسان آلوده امروز به این سهولت نمیتونه به طرف خدا بره مگر اینکه امتحانشو پس بده یا متشبث به یک اسم، یه نیرویی باشه که همون نیرویی که ما به اون متشبث میشیم برای خدا. به نظر ما همونجا خودش خدا، همونجا وجدانت، اخلاقت، این اسامی هم وسیلن برای روحانی کردن شرایط روحی و احساسی ما در زمان و مکانهایی که توش قرار میگیریم، مثل این چند روزه که بود. آیه مقصد امینی، صحبت فوتبال کردید، شما پرسپولیسی هستید یا استقلالی؟ نه جدا، ببین من به دلیل اینکه بچه‌ش، من همه ما عاشق تیم ملیمون هستیم. نموی بعضی جا رو کنم، من به دلیل بچه خیام شعباز بودن و تو بیابون زغالی و تو نمیدونم خیابون خاکی و بعد تو باغ فردوس مولوی به دنیا اومدم. اونجا بعد در یاد دستارگی اومدیم تو شهباز، اونجا ورزشگاه شماره 3 هم بودین شما؟ اونجا ورزشگاه شماره 5، یعنی هر دوتاش تو محل ما ورزشگاه بوده. یعنی ما گل کوچیک و تیغی و همین بازی هم میکردیم. به خاطر این چون بچه های دبیرستان ما، دبیرستان حکی پرویزجان قیچخانی، پویت خان میرزا حسن، گودرت خان حبیبی، میتی جان مناجتی، علی جان پروین، این بچه ها همه بچه های دبیرستان حکیم و اصلا تمام بچه های 400 دستگاه و
شهباز و اینا، اینا تیم شهباز رو داشتن، بله. بعد تیم شاهین بود، بله. بعد شد پرسپولیس، بله. یعنی اونجوری بخوای فکر کنی، من به دلیل ارق بچم علی نا پرسپولیسی هم. این کار برانکو رو چجوری میبینی؟ میدونی که در مقابل نفت واقعا این آدم، بله. اگر آزاد بذارنش، بله. این آدم آدم مبتکری تو کار خودش دوست داره تو دنیا ارزندان کنه، بله. این قابلیت رو یا داره قبولش داریم یا نداره، اگر قبولش داریم مداخله نکنیم. نه برانکو که اصلا اجازه نمیده کسی دخالت بکنه. اگر شما شاید منظورتون کیروشه، من مقصودم هم کیروشه هم برانکو. هر دوشون ببینین اینها یه دوره اومدن به تیم ملی سرزمین ما کمک کردن، درست. خدمت کردن و اونا اپ تو دیت هم تمام مربیان جهان و تمامش از جهت روحی روانی جسمی اینا همه علمی امروز به خاطر اینه که میلیاردها پول توش خوابیده چون این وضعش و شو بیزینس و دراک اینا پرسادترین های دنیا. حالا این آدم ها هر کدوم در کار خودشون، درست ما میگیم مثلا هر کدومشون پرسپولیس برد یا پرسپولیس باخت، این دوتا چالنج بچه‌های سرزمین ماست، ولی اونایی که از تو اینا میاد بیرون، اینا محصول تجربیات یه عمر اونا با بزرگترین بازیکن‌ها تو دنیا تو هر تیمی که بودن. درست. حالا با کمال تأسف ببین همین که ما میگیم نمیذاره مداخله بکنن، میدونی خودت که مداخله میکنن چون نمیتونن تحت تأثیر روابطش نباشه. بله. به خاطر این ببینید آیه امینی، چون الان واقعا زمانی که کیروش تیم رو تحویل گرفت، حالا ما برنامه‌مون رفت تو ورزشی، تیم رو تحویل گرفت، واقعا پرسپولیس در رده‌های بسیار بدی بود در پارسال، ولی خوش درخشید، حتی تا نایب قهرمانی هم رفت و نزدیک هم بود قهرمان بشه. همین پرسپولیس الان سال قبل تا الان بره. که یوهید شب نخوابید صبح بیدار بشه، یوهید بشه پرسپولیس کرد، این همین پرسپولیس بوده بر اساس مدیریت، بر اساس مدیریت و تمام مسائل روحی و روانی و اقتصادی و همه این بافتی که پیش میاد، یه تیمی در یک دورانی خودش اعصابش خرابه، مربی خرابه، همه چی خرابه، ممکنه یه جورایی تحلیل بره، ولی وقتی سر جاش قرار میگیره ببینید چقدر شکوفا. درست. همه تیم ها، البته هر کدوم از این بچه هایی که تو تیم های مختلف بازی میکنن، من واقعیتش رو بخوام هر کی خوب بازی کنه است. میگم مثلا پرسپولیس همینجوری عادتی و شاهینی و اینا میگم پرسپولیس، ولی هر کی خوب بازی کنه، هر کی با استعداد تره توانا بود، هر که دانا بود، هر که توانا باشه برنده. مرسی از این توضیحتون، خیلی ممنون. از رادیو خونه چه خبر؟ رادیو خونه که بزنید اگر بینندگان عزیز ما احیانا با رادیو خونه ناآشنا هستن، مدتی است آقای مسعود امینی یک رادیوی رو تحت عنوان رادیو خونه راه اندازی کردن که به صورت اینترنتی هستش. حالا سوال من از اینجا ریشه میگیره که رادیو خونه چه خبر؟ آیا شما یعنی وان من شو هستین در این رادیو؟ آیا این برنامه‌های دیگری، همکاران دیگری کنار شما هستن؟ چند ساعت برنامه شما برنامه لایو داره، چند ساعت برنامهش تکراریه و چه مسائلی در رادیو شما رول اصلی رو داره؟ زنده باشی. این میشه سوال درستی که باید از همه بکنیم. نه من که تو رادیو خونه چیکار میکنم؟ ببین من به دلیل تجربیات گذشته که خود دیدی تو این شهر نشریه منتشر کردم. آقای امینی اون اجازه بدین بهش میرسیم. آره، چون یکی از سوالای من مقصودم اینه که من این یعنی از روزی که من اینجا اومدم به گونه شرایط به من تحمیل شد که خودم رفتم نشریه منتشر کردم، مرتضی قمطری کمکم کرد. یه نشریه یه شماره اسمش بود بیدار باش، بعد از اون بیدار باش یه مدتی نشد، یه اتفاقی افتاد، سپس پس از اون من اومدم بلندگو رو درآوردم و ده روز نامه رو منتشر کردم. یعنی مقصودم اینه که از اول من همش حرفم رو زدم و مهم برای من این بوده که حرفم مردم بشنون. درست. هر کاری که تونستم کردم و امروز رادیو خونه بر اساس اون تجربیات، اون تجربیاتم به تنهایی من که نیستم که مثل شعرهای منه،
شعر من ممکنه که مورد اقبال ملی مردم قرار میگیره، ولی بدون ملودی آهنگساز، بدون تنظیم آرنجمانیست میتونه تنظیم بد بشه بمیره، میتونه ملودی بد رو شعر بیاد بمیره. من از این چیزا زیاد داشتم تو کار خودم. از این بابت مجموعه این تجربیات انقدر فکر کردم، انقدر جلوی صدای من گرفته شد تو لس آنجلس، تو هر تلویزیونی رفتم گفتن آقا اینو نگو، آقا اینو بگو، آقا فلان. فکر کردم که آقا من نیازمند این هستم که به عنوان یه آدم قربانی در طی این سالها، چه قبل از انقلاب چه امروز، وقتی فکر میکنم ببینم چقدر ما نمیدونستیم، چقدر ما وطنمون دوست نداشتیم، ما میهن پرست هستیم نیستیم، اگه بودیم میهنمونو قدرتمند نگه میداشتیم، میهنمونو نگه میداشتیم، مردممونو در رفاه نگه میداشتیم. هر کدوم ما رفتیم تر کار، زورمون زیاد شد، شکلمون عوض شد، شدیم یه دیکتاتور. تو خونه دیکتاتور هر که بزنه خفه شد، بچه که حرف نمیزنه پاتو دراز نکن، اونو نگو، تلفنتو قطع کن، یه دیکتاتور. میان بیرون سلامت میکنه قربان، دولا میشیم، راست میشیم، اگه یه آدمی که حالا هر کی هست یه دیکتاتور میسازیم. این مشکل ما. و این رادیو خونه آیا فقط شما هستید یا دیگر دوستان؟ من بر اساس این تجربیات مدت ها فکر کردم. میدونی که چقدر من تا حالا گفتم رادیو خونه، رادیو خونه، رادیو خونه، دو سه سال گفتم تا شد. من فکر کردم که برای نوع نگاه من با انتخاب برنامه ها از تلویزیون ها، با انتخاب برنامه ها از رادیو ها، با انتخاب کلیپ هایی که از تو خیابونه مردم هم به آدیوشون رو شما در واقع پخش کنید؟ من فقط آدیو پخش کنم، کلیپ میاد، آدیو ویدیو، ولی من شما فقط آدیوشون پخش کنم. از این بابت هر روز از ساعت 10 صبح رادیو به روز تمام رادیوهای دنیا، صحیح، از بی بی سی و وایس آف امریکا و رادیو فرانسه و رادیو آلمان و رادیو اسرائیل و هر کس که خبری داره آپ تو دیت پخش میکنه. هر کس در هر تلویزیونی حرفی برای گفتن داره که حرفش کمک به نهضت آزادی خواهی ملت ایران و آگاهی مردم میکنه، من پخش میکنم. کی چه نظری داره، کی چه نگاه سیاسی داره، اون کیه، این چپه، اون نظر فرهنگی و اجتماعی هم مستطره. اصلا فقط فرهنگی و اجتماعیه، چون وقتی فرهنگی هست یعنی محصول زندگی دست جمعی ملت ایرانه، همه چی درشه، هنره، سیاست، زندگیه. زندگی ما بیرون از این تعاریف امروز نیست. هر جور نگاه میکنی شما میگه فوتبال، خب فوتبال ما سیاسیه، میگه هنر، هنر ما سیاسیه. یعنی تعریف اینگونه شده، یعنی اگر شما به عنوان یه انسان بیایی بگی آقا من بچه مسلمون، بچه هیئت، بچه روضه، با این باورها امروز اومدم به جایی رسیدم که میبینم یه سری اشتباهات دیگران باورهای من هم من گرفته. من به عنوان یه انسان باور، من به عنوان یه انسان بچه مسلمونه، بچه هیئته، بچه روزه که روشن فکر، همش با من مخالفت دارن که مسعود امینی تو شعراش قبله میگه، نمیدونم جا نماز و مادرم میگه، اینایی میگه. من به همشون گفتم من بچه این فرهنگم، یعنی با این باورا علی من یه آدمی بوده که دست میزده تو ذهن من، یعنی تمام. یعنی یه محل زن بچهشون رو میسپردن دست اونا، میرفتن مکه. یا امام حسین من برای من یک فلسفه عاشقانه، یک انسانی رو داره که در راه رهایی و آگاهی انسان، اینا همشون بر اساس آگاهی آمدن، نه بر اساس تهجر، نه بر اساس خرافات. حالا اونایی که واقعیت داره، این شخصیت های زیبا در ذهن ما الگوه، ما که ندیدیم اینا رو، همه رو در رادیو خونه مستطرش کردیم. مجموع اینا در رادیو خونه از ساعت 10 صبح شروع میشه تا کی آقای من؟ از ساعت 10 صبح شروع میشه تا 10 شب. صحیح. بهترین متخصصین دینی، آگاه ترین، از تو مجلس جمهوری اسلامی پخش میکنم تا خطون سرون تو لس آنجلس. واقعیت زندگی ما که همه نمیبینن، مثلا الان شما اینجا من با مثال بی بی سی داره یه برنامه پخش میکنه، وایس آف امریکا یه برنامه داره پخش میکنه، یا این تلویزیون لس آنجلس. باز این تجربه شما هم هست که هر کس یه سری پامنبری خودشو داره. یکیش مثلا شتن تارزان یه تلویزیونه، اون یکی شتن تارزان اون تلویزیونه. اینا خودشون که شدن تاردان این تلویزیون هستن، یک کسایی نمیانن که آدم ها معتبری هستن. درست. من اون آدم های معتبر رو صداشون رو پخش کنم. اون وقت آقای امینی واقعا در این مدت هیچ خسته نمیشین؟ به تو بندت بگم مسعود، این عشق
این یه روزی پیروزا چند روز با هم حرف می‌زنیم، یه چیزی من گفتی بذار مثل داداشم مثل برادرم بگم، اگرچه بار قبل برجت تو محیط آدم قرار میگیره و حتی تو یه سری حرف و اکسور من نشون میده، من شما رو مثل برادرم بخشی از روزگار نوجوانی من و دوران مهاجرت هستیم، حالا هممون تو یه کار هستیم با نگاه ها و نظریات مختلف. داشتیم من صحبت نکردیم در یک سری موارد به من گفتی آقا امینی مگه گفتی اینا چیزی شد چیزی اتفاقی افتاد، درست میگی از نظر شما اما این به اون معنا نیست که من سکوت بکنم، این به اون معنا نیست که شما سکوت بکنی. ما وظیفه‌مون اینه که مثلا یه خبری اتفاق میفته الان یه جا بمب میذارن، خب نگیم چه اتفاقی میفته، خب مردم نشنون بشنون، ولی این یه اطلاع رسانیه. حالا هر کسی هم وسیله اید برای یه کاری، هر کسی هم در یه جایگاهی قرار گرفته. من به عنوان این لطفایی که خدا بهم کرده و مهر مردم سرزمینم خودم وجود دارد این بچه ها همه حمید، اینا همه شون تو خود میدونی مثل داداشوی من سالهاست ما با همه اینا زندگی کردم صحیح. اما وقتی مدیر یک تلویزیون میشی با ذهن مردم کار داری، اینجا منم اون مردمم که شما داری ذهن من رو به ویراهه میکشی یا نه به من کمک میکنی. من از تمام این تجربیات رادیو خونه رو پر کردم، صدای 36 سال گذشته تلویزیون ها ادعای همین شبخیز و داریوش و این رو پخش میکنم تا هر کسی و هر چیزی اینو اتفاق افتاد. فقط همین نبود، همه بود، علیرضا بود، علیخانه و کوروش بود، خدا بیامرزه هادی حقوقی بود، خدا بیامرزه به همین دورانی که اینا مثلا ایرج استانی شاهرخ بود، خیلی از این آدم ها بودن، مثلا شاهرخ اون رو بود برکلا. حالا ببین اینا بخش های کوچیکیست که حالا من اینو میخوام بگم، دوران اینا تو تلویزیون انجام شده، تو جامعه انجام شده، ولی هیچ کس نگاهش نداشته. ولی شما آرشیو قوی دارید. من نگاه داشتم این آرشیو پخش کنم ملت ایران گوش. نه آقای امینی، منظورم اینه که سیاست شما در ارتباط با اینکه 10 ساعت یعنی از 10 صبح تا 10 شب با توجه به این آیتمایی که اشاره کردید که برنامه پخش می‌کنید، آیا این سیاست مسعود امینی یه که خودش باشه یا اینکه کسانی برای همکاری دعوت کردید یا اینکه ببین یه سری آدم هستن که به حمایت اون اصلا نمیشد برای اجرای برنامه، یکی از اونها از آلندای عزیزم که ازش خیلی متشکرم، برای اجرای برنامه بچه‌ها باید بیان تو رادیو خونه، رادیو خونه باید اپراتور داشته باشه، اپراتور برنامه رو ضبط کنه، برنامه رو ادیت کنه، ما بچینیم این کارو بکنیم، هیچ لازم نی بیان اینجا همون حرفایی که یه رو به پیش تو اون تلویزیون زدن که هیچ گیتار نشینده بشه تو مشتریای اون تلویزیون، من اونو پخش کنم به عنوان یک اتفاق اجتماعی. اینی که از ساعت 10 تا 10 تا سر جهان میگردیم تو سیاره رادیو خونه به خاطر اینه که از 10 تا 10 از 10 بازپخش میتونیم، یعنی مردم سرزمین اون اروپا همه اونا رو با 12 ساعت اختراف میشنون. پس رادیو خونه درش بازه، کسانی که بخواهن بیاین چه اجرای برنامه داشته باشن. خیلی ها میان، خیلی ها اومدن، الان هم چند نفر هستن اومدن دارن نمایشنامه درست میکنن از این کار رادیو خونه مورد مردم. نه میکروفون رو در اختیارشون گذاشتیم. من آزادترین وسیله ارتباطی که ممکنه در این بخش از تاریخ به وجود اومده باشه رادیو خونه است، چون من از مجاهد و سلطنت طلب و حزب الله و تارالله و شیخ حسن نصرالله تا هر آدمی دیگر رو پخش میکنم، بشنویم، گوش کنیم، انتخاب کنیم. وقتی نمیدونیم تو چالشی رو میفتیم. من میخوام ببینم آیا میکروفون رادیو خونه حتما آزاد در اختیارشون قرار دادید یا نه؟ دادم. خیلی آیا شده که آیا شده شده که در مورد این دوستان بگید اشتباه کردید؟ هرگز نباید میگفتی. هرگز نمیگم اشتباه کرده مسئولش اونه، به من چی که نباید میگفته؟ من مگه مسئوله کسی هستم؟ نه میدونی چرا اینو عرض کردم؟ به خاطر اینکه همونطور که اشاره فرمودید گفتید که در رسانه‌های مختلف، واقعا هم راست میگی، خود من شاهدم، در رسانه‌های مختلف تصویری شما حضوری داشتین، در تلویزیون‌های لوکال همکاری میکردید، بعد بعضی مواقع به جا کار به جایی میرسید که صاحب تلویزیون یا تهیه کننده تلویزیون بینتون کشمکشی به وجود میاد که آقا چرا گفتی چرا نگفتی. کشمکش تر اینه که به من مثلا فلان آدم میگه این حرفو نزن، آگه ای من ایران قطع میشه. آقا داداش من، برادر من، من نیومدم جوونی و زندگیمو میلیون ها آدم آواره باشن که تو بخوای آخرام ولی خوب زندگی کنی، ان شاء الله خوب زندگی بکنی، ولی به تو چه ربطی داره؟ مگه حساب شما رو پای من مینویسن یا تو منو پای شما مینویسن؟ من مهمان آقای محضور تو ببندم با کارنامه خودم
و بر اساس اعتبار خودم حرف میزنم. اگر به شما گفتن که خب آیا یه موقع چه قطع میشه، حتما یه تجربه پشت صحنه بوده. ببین حتما همینطوره. وقتی همینطوره دیگه بدتر. دیگه این استناد بر تمام فریادهای منه که آقا اینا این پول آگهی جلوی صدای همه آزادی خواه رو در خارج از کشور گرفته. رفاقت و اینا هم ببین من خودم میفهمم، فلان تلویزیون که من هستم فلان آقای دکتر میره ایران نمیاد. صحیح. من حرف بدی نزدم، نه فحش دادم، نه توهین کردم، نه اهانت کردم. مثل همه ایرانیان مسلمان سوال دارم از مدیران جامعه. من جرمی نکردم، ما کاری نکردیم. خواننده چه جرمی کرده؟ ما اومدیم خارج از کشور شعر و ترانه واسه میهنمون ساختیم، از عشق گفتیم، از وطن گفتیم، از مادرمون گفتیم، از باورمون گفتیم. اصلا کی گفته باور شما مثل باور من باید باشه؟ حالا مسعود جان، شما در ارتباط با خیرخواهی جامعه، خیرخواهی مردم، چه داخل کشور چه در خارج از کشور، مطالبی رو بیان کردی، بهش باور داری، اعتقاد داشتی که گفتی درست، حقیقت هم هست درست. حاضرید برید ایران؟ من حاضرم برم ایران وقتی جمهوری اسلامی نباشه. آره نه دیگه، ببین من برای خودم ارزش‌های خودمو دارم. من میگم یک نفر هر کی میخواد باشه، اینو محمد اعظم، قرآن محمد اعظم به من آموخت، فرهنگ دینی تو هیئت به من آموخت که آقا فقط خداونده که اشتباه نمیکنه. هر انسانی جایز الخطاست. من عقلم رو به دست هیچ انسانی نمیدم، به خرد جمعی معتقدم. خب این الان که همونطور که من گفتم که عده‌ای خب اگر احیانا از شما خواهش میکنن یا میگن یا به اصطلاح بحث میکنن که آقا این مطالب رو نگید برای ما، یا کسانی که در این تلویزیون همکاری دارن براشون ممکنه مسئله پیش بیاد. درسته. خطاب پس چیست؟ خطاب در ارتباط با رویدادهای داخل کشور. دقیقاً همینطوره. در نتیجه اون باید نگران خودش باشه که برنامه‌ای رو مطرح کنه. درسته. برنامه‌ای رو ارائه بده که خطری متوجه دست بهش نشه. اینجاست که با بحث متمایز میشه. یک وسیله ارتباطی جای چشم و گوش و عقل و هوش ملت داره باطی میکنه. اگر مستقل یعنی باشه جای ده. وجدان بیدار مردم ده. باید بازی کنه ده. اگر مستقل نیست به صرف وابسته بودنش تنها کار انسانی که میشه کرد از اون بلنگو اجازه بدن هر کس به اعتبار خودش همون حرفی رو بزنه که تو دل خود شماست. شما دوست دارید بگید ولی تو شرایط نمیتونید بگید. آیا ببینید الان خودتون میدونید درست تعدادی رسانه هستن که بکاب مالی دارن. درست. بکاب مالیشون مسائل مختلف هست. خودتون بهتر از همه میدونید و میبینید خطشون هم مشخصه، مطالب سیاسی رو مطرح میکنن، نقد میکنن، به افراد خطاب میکنن، هر چیزی بی خطری رو میگن. ولی یه رسانه‌ای که وابسته نیست مجبوره برای خودش چارچوبی داشته باشه. ببین یعنی مردم مسعود امینی رو دوست دارن، حرفاشو، شعراشو. من حمید رو مثل دادشم دوست دارم. نه به طور کلی میگم. ببین مثلا من در مورد حمید تلویزیون یه بارم بهت گفتم اون موقع که حمید تو سنوزه بود من تنها رفیقش بودم که از اینجا میرفتم اونجا. حمید یه برنامه رادیویی داشت، میرفتم براش برنامه با من گفتگو میکرد، پخش میکرد در رادیو رو انتظار داشتم. سال قبل که من اومدم اینجا حمید همون روز به من گفت من توی کلیپی که حالا فردا دوشنبه رادیو خونه پخش میکنم برین گوش کنید، اونجا گفتم که همین میخواد رادیو را بندازه. خدا رو شکر میکنم، امیدوارم این بچه ها بتونن همشون موفق بشن. برای یادمون باشه ما یه وطنی داریم که توش آب نیست، نون نیست، بچه های با استعداد نمیتی شما مدرسه ندارن، درمان ندارن. ما انسانیم، ما زن، شما زن داریم، بچه داریم، بچه های خودتون، بچه های اونا. آقا همه اونا که بد نیستن، اگه بد بودن که ایران سنگ رو تنگ هم بند نبود. انسان های شریف هم داریم، انسان های خطاکار تو استفاده گر هم داریم. ما وظیفمونه اینا رو به عنوان روشنگری بگیم آقای فرانی، رفیق من، برادر من، این کار شما به دنیا نهمد و الا میخوای بکنی بکن، شما کارتو بکن، منم حرف خودم رو میزنم. اما نمیتونی به صرف این که من حرف میزنم جلو صدا منو بگیری. اگر یک رسانه ای که به اصطلاح در یک چارچوبی هستش، خود شما هم که قبول کردی به هر حال اونم بعد شما محبت اون بله بله مراعاتون کنه. موافقم، ولی اینکه ما هم دشمن نیستیم. زنده باد. یه سوالی شما غیر از خانم دینامیک
بعد از اون دیگه ازدواج نکردیم. والا راستش بخوام من در این مورد اصلا همیشه ترجیح دادم حرف نزنم. ازشون خبر داریم؟ بله ازشون خبر دارم. اتفاقا پریروز یکی از دوستای عزیز من که روی فیسبوک من هستن ایران تشریف داشتن، یه عکسی از ایشون گرفته بودن، دفتر عکس از ایشون بود فرستادن و منم اون رو شیر کردم. خیلی هم خوشحال شدم بعد از تارها عکسشون رو دیدم. ایشون همسر نازنین من در یه دوره بودن، همیشه برای من محترمم و براشون آرزوی خوشبختی میکنم و لحظات خوب و سلامتی خودشون و فرزندانشون. این موضوعی بوده که در نوجوانی من بوده. مردم امروز خودشون زندگی خودشون رو دارن، مطال خودشون رو دارن. آیا میدیم من خود میدیم در زمانی که ایشون برنامه داشتن آیا شما موافقت کرده بودین که برنامه دارید؟ نه آخه ببین درست گفتم چون من در این مورد نمیخوام صحبت کنم یه بار صحبت کردم. چرا نمیخوای صحبت؟ آخه برای این که اگر ایشون امروز این خانم دینامیک نبودن، دارای فرزند و همسر و خانواده نبودن، من حق داشتم. ولی من اصلا حق ندارم راجع به کسی که درست من نمیدونستم. بعد این بابت از من سوال در این مورد میشه. همیشه گفتم اینا موضوعات مهمی نیست توی زندگی آدم. من میخوام ببینم چرا بعد از ایشون دیگه ازدواج نکردید. ببین چرا بعد دوباره بعد برمیگرده به همون آقا چی باید بگم نمیدونم. نه آخه چی به من نگاه میکنه با چی با ازدواج کنه آخه چرا؟ نه آقای امینی نکن. چرا به هر حال آدم حساس و ازدواج کردن یعنی تو انتخاب میکنی بری دنبال یک زندگی. بله درست. و وقتی میری تو زندگی صاحب فرزند میشی معیارها دعوت میشه. درست. حتی همه کارهایی که میکنی دیگه نمیکنی، همه کارهایی که نمیگردی رو ممکنه بکنی. از این بابت من به دلیل نوع ذهنیتم، چون آدم خطرباز و خطرپیشه بودم و هستم و متوجه زنده هستم، دوست دارم همه چی رو چالش بکنم، به چالش بکشم هر چی برو. آدم کنجکاوی هستم. به خاطر این دوست میدارم که زندگی من محدود به خودتون باشه، کسی رو زندگی دیگران رو ویران نکنه. چون من خودم رو میشناسم و نوع زندگیم بگونه است که سخت با من زندگی کردن و حالا اگر آدم با کسی باشه اون کاغذ رو امضا نکنه بهتره، یا بره امضا کنه بره خط رو بکنه. لازم نیستم به امضا نیست، به دله و به احساساتت که دوست داشته باشی با یک آدمی انتخاب بکنی که به عنوان یه آدمی که باش درد دل می‌کنی و سوء استفاده نمی‌کنی. شما تک فرزندین آقای امینی؟ نه اختیار داریم، ما پنج تاییم. من بچه بزرگم، برادر عزیز دیگه هم ایرانه، بهش درود میگم، برش آرزوی سلامتی میکنم. یه برادر دیگه هم ایرانم. بله. و ایشون هم همینطور خواهرای گلم، برش آرزوی سلامتی میکنم. اصلا نگاه اونا با نگاه من فرق میکنه. اون از گفتم من همیشه گفتم ما خانواده مذهبی بودیم. ما روزه، هیئت، تکیه، شل زرد، آش، نمیدونم سمنو، حلوا، عاشورا، تاتو. اما مادر خدا بیاموزم روحش شاد و روح همه پدر و مادرهای دست داده همه شاد و اونایی که هستن برای همه نگه داره خدا ایران زمین. من اون فرهنگ همه فکر فامیل دارم. بچه اونجا ما بچه هیئت و روده و ساق خیابان ساق جمع و باقفردست مولوی و نمیدونم حسین رمزی اخری و طیب حاج رضایی و هفت کچلون و ابراهیم خانا و اینا بزرگترین دسته ها تو محل ما در واقع بلند میشون. اینا تأثیر گذاشت رو شما آقای یزدی؟ حتما تأثیر میذاره. ببین من بچه اون مردمی هستم که شلوارهای وتره‌دار داشتن ولی درس نخونده بیست میگرفتن. مادر و پدر چی میگفتن؟ ببین مادر و پدر منم چون اون فرهنگ رو داشتن و خودشون آدم های معتقدی بودن همه در مورد پدر و مادرشون از این حرفا میزنن. من برادرم شاهده، هر چهار نفرشون الان شاهدن دارن گوش میکنن به حرف من. پدر من یک بار ما نشدیدیم چیزی رو دروغ بگه، یک بار. صدای خواهرشو از روی صداشون میشناخت. آدم بچه باخفردوست مولوی، بچه با شرف قدیمی، با اون سنت ها، با اون ارزش ها. من اون موقع ها گاهی اختلاف هم میشد، اختلاف نظرم میشد، گفت آخه یعنی چی شما عمه مثلا فلانی رو عمه شکوفه هم بخواه با عمه فتم صداشون نمیشنوی، صداشون تشخیص نمیدی.
یه نگاه به من بکنم، برو بچه‌شون، برو دنبال کارت، برو، نمی‌فهمی. آقای امینی، در این رابطه آیا اعضای خانواده مثل شما در ارتباط با ترانه بوشید؟ نه، این که قطر داستان برای من درست شده، یک کتابی هم از طریق ایران بر جمهوری اسلامی چاپ کرده بر علیه من به اسم خفته در تنگنا که مطلوبم این شعرها مال خودش نیست، یه خواهری داره این شعرها رو میگه. بعد اون موقع ها در چون دیوده تاریگی یکی از عوامل مهم ساواک بوده. خواهش میکنم حقوقمون بدین چند ساله بگنن آوارم. آیا امینی شما گفتید که با طیب و دیگه نمیدونم رضایی ها و محله روش کردید، در همون هیئت ها بودید، توی مساجد و سینه زنی ها بودید، چطور شد مسعود امینی مذهبی، خودش هم اشاره کردش که در یک خانواده مذهبی پرورش یافته، رفت تو عالم هنر؟ ببین به دلیل مذهبی بودن یه چیز دیگه است، یعنی من مذهبی نبودم، من بچه مسلمانی بودم. بچه مسلمانی بودید که در این بچه شهبازم و اسمن یه مسلمانم من. بچه شهبازم و اسمن یه مسلمانم من. تو سجلم میگه که صادره از بخش قدیم شیش تهرانم من. چند سالیست که آوار و ویلانم من، از بلایی که سرم آمده حیرانم من، گول دل خورده از مسجد و قرآنم من. خورده اردنگ از الدنگ سر برکت ایمانم من، در چراگاه چرا گیجم و حیرانم من، عاشق گربه پرنقشه ایرانم من. گفتم بچه شربازم و بخش شیش، یادت باشه رضا پهلوی بچه مولوی آقای سپهبد، رضا پهلوی هم بچه محل ماست، شاده رضا پهلوی هم با فلس و مولوی روبروی دبیرستان فرخی که دبیرستان ما بود. رضا پهلوی بچه محل شما؟ بله، اونجا به دنیا آمده. بله، بیمارستان مادر بود. بیمارستان چی بود؟ بیمارستان فرای پهلوی مادر. بیمارستان مادر بود. خب عرض کنم به قول شما جوانا پا نپا. آیا ببینید وقت چطور شد که شما به حال این دنیای هنرم؟ ببین من باید برمیگرده به همون خانواده و به اون شکل خانواده و اینا بس. اما هم که جمع می شدن مادر بزرگم اینا فکر فامیلا که جمع می شدن، مرحوم مادر من بعد اون موقع قابلمه می آوردن، تشت می آوردن، مولودی بود یادن تشت می دادن از این چیزا. بعد مرحوم مادر من میخوند، بعد دایره میزد، دف میزد، هرچی بود، تنبک میزد، تمپوی عربی، هرچی تو خونه بود اونجا میزد و میخوند. خب من خیلی تحت تاثیر مادرم بودم، همینجوری خودم یاد گرفتم، یعنی براحتی یاد گرفتم، میزدم. بعدها حتی دیگه یواش یواش که اومدم توی جامعه بح. همون موقع که دیگه کار موزیک میکردیم و دیگه جادید شدم و اینا رو همه رو خودم یاد گرفتم و انجام دادم، بعدها که اومدم توی جامعه رفتم یاد گرفتم که بتونم نوت بخونم، که نوت بزنم. منتها دیگه اون دوران تا قبل از 20 سالگی تحولات عظیمی تو آدم میشه دیگه، اصلا شکل ذهن من عوض شد، با شعرها، با مورد اقبال ملی مردم واقع میشد دیگه، نمیخواستم ساز بزنم و نزدم، اگرچه با تمام بچه ها آهنگساز و موزیسین هایی که جوان بودیم، با هم نوجوان بودیم کار میکردیم، همونو کردنم هستن، سیاوش قونشی، کوروش یغمایی، نمیدونم همه این بچه هایی که هستن، حسن شمایی، شعبان، شهران، اینا البته گروه خودشون رو داشتن، ابی لیتر، بیژن قادری، منو بیژن قادری و همایون خواجه نوری که الان آلمانه ولی تو ایران زندگی میکنه بهش درود میگم، گیتارستون خیلی خوشگوار بود، منون و فریدون فروغی و بیژن قادری کاکوله میزدیم. کاکوله از کامره میامی که رفتی بالا، پارک ساحلی رو که رد میکردی، ما بعدها دیگه خودمون اومده بودیم همین سر کوچه آبشار، پارک ساحلی که تمام میشد اینجا میشد، از اینجا که میرفتی بالا اونجا یه بالاخونه بود به اسم کاکوله. آها. اون موقع کافتر جان، کاکوله، نمیدونم لاپوهم، پر از این چیزا بود. بله بله. پر بود از این چیزا، سورنتو، چاتونوگا، باری کرد اینا. بعد ما اونجا میزدیم، بعد رفتیم قطر شیرین، من با گروه هیپیا میزدم. آلدوش با هیپیا بود، رفته بود، من و سعید و فرنوش و تورج خواننده‌مون که الان سان فرانسیسکو، فرنوشمون هم لندنه و
اصلا رفت توی کار تحصیلات موسیقی و ارکستر سمفونیک از این کارا اینجوری میکنه. تو لندن از سعید و مهداد عزیز خبر ندارم، تورج هم میدونم که موفقه و تورج اخوان توی سن حوزه سان فرانسیسکو. بعد رفتیم کانتری کلاب دیگه با گروه ربر ابیلیتر دو بیژن قادری و من و هر چی بچه غیر عادی هنرستان بود، سازبادی های نمبر وان، بچه هایی که بعد ها دیگه هر کدومشون باز خودشون یه ستونی شدن تو تاریخ موسیقی ایران. با کدوم کمپانی کار میکردین در ایران؟ ببین اون موقع یه جوری بود که شکل مسائل اینجوری نبود، چند تا کمپانی بودن مثلا آپولون، مثلا نمیدونم دیسکو 2000، یه سری هم بودن تو لالزار مالزار، هر کی میتونه چه کمپانی بود خودش میتونه نوار رو مجانی میفروخت. میدونید آره دیگه اینجوری بود، کسی به کسی پول نمیداد. بعدها منصور خودمون منصور بیبیان آمد به دلیل روابطی که بود با ساواک و اینا، من شعر میدادم منوچهر بیبیان میرفت میداد ساواک تصدیق میکرد، یا آقایی بود تو ساواک که دوستان منوچهر بیبیان بود. بعد به دلیل همین روابط امشیرمان روحانی و منصور بیبیان تو لاله‌زار صفحه هاشون رو میرفتن جمع میکردن، بس جمع نمیکردن، پول میگرفتن اجازه میدن به اونا که اونا صفحه بود اون موقع. اون موقع صفحه بود. چرا دورو خیلی ممنون آقای امینی. ولی یکی که یادم رفت خیلی پوزش میخوام، بتهوون بود، کریم چمنارا. چمنارا بله، که بهترین نوع کوالیته کاتلت در اون روزگار، همین برادر عباس، همین عباس خودمون برادر بزرگشون. من این پسرش هنو خیلی فعاله. آره ببین اینا همه نسل به نسل این کارن. یعنی موسیقی که توی بتهوون هست یک بخشی از تاریخ موسیقی جهان در گذشته تو بتهوون بود که انقلاب شد. عرض کنم حضورتون منو یاد یک خاطره انداخت این آقای ابی. میدونی که در کلاب 44 یادش بخیر کوکو بعد تو گلنده بود ایشون برنامه بله یادش سبو و کوکو برنامه داشت. یک در یک مقطعی میشه میسین که با فرید زولان با هم به توافقی میرسن یک کنسرتی رو دیگه داشته باشن در سیویک آدیتوریوم سان مونیکا. آقای امینی من یه مصاحبه با ایشون داشتم و اتفاقا تو خانه خود فرید زولان تو خیابون ویلچر بود و این مصاحبه فوق العاده گل کرد و بحث بر سر این بودش که آیا ابی که در کلاب 44 250 نفری هر چگونه میتونه بیادش یک استیک آدیتوریوم سان مونیکا با 3000 نفر پر کنه. شب بارانی بود که وحشت و سرداد کرد ابی. از اون به بعد ابی کلاب 44 رو فراموش کرد. دوباره یکی هم مسابقه داشتیم، این دفعه آقای فرخ اومده بود، اسپانسر شده بود یا آقای فرخ نامی بوده، باز هم یک مسابقه فرخ خودمون خواننده یا نه یه فرخ دیگه بود که اینجا تو مرسدس بنز خیابان انسینو فعالیت داشت. بله خیلی از دوستای صمیمی اینو ابی و فرخ هم دوسته بود، پسر بسیار خوبی بود. باز هم اون سردار شد و اصلا روش و زندگی ابی مسیر دیگه ای رو پیدا کرد. شما دلیلش چی میدونی؟ والا ابی خودش رو نشناخته بود و به هر حال من نمیدونم آیا شما فکر میکنید یک شعر یک ترانه‌ای رو برای ببین. یک ترانه‌ای رو برای یک شعر میتونه در سرنوشت یک شعر در سرنوشت هر خواننده همون تأثیری داره که اون شعر رو میخونه خواننده که کسی نمیشناستش، خودش هم به خودش نمیگه هنرمند. چه خونه مهمونی اکبر اصغر اینا بخون محمد جون میخونه یا این شعر رو بهش میدی میخونه صبح میگیره، خودش هم به خودش میگه هنرمند. یک شعر سرنوشتش رو عوض میکنه. حال یه خواننده مثل ابی با اون بکراند با نوع صدای ابی و خوندهایی که داشت اون در 15 سال قبل انقلاب رو باید یه جوری دیگه بهش نگاه کرد. اون 15 سال اول تو لس آنجلس رو و به گونه دیگه باید نقدش کرد نسبت به شرایطی که بود. ببین تو اون 15 سال اکثر این خواننده همه بیکار بودن. بله همه تو خونه نشسته بودن. اجازه بده ببین اینا بیکار بودن تو خونه نشسته بودن. شهرام شپره رابطش با احمد مسعود توسط این میشد شاروخ ابی شوره جمیله شهرام برن رو استیج. احمد مسعود یک نقشی داره این کاباره تهران، یه نقش تاریخی داره.
یعنی اگر کابر تهران نبود این بخش از تاریخ موسیقی ایران در دوران مهاجرت معلوم نبود چگونه شکل می گرفت و در کجا این شکلی منتجه می شد. کابر تهران این نقش رو داشت از اول قبل از انقلاب و در ارتباط با همین موضوع من پریشب بعد از مدت‌ها رفتم کاوره با خسروجون یار احمدی رفتم شهرام سلطنتی میخونم پیش شهرام احمد مطلوب که دیدم من قبلا در برنامه تلویزیونی وقتی اون آقای خواننده را از ایران آورده بود احمد مطلوب آقای کی بودن آقای احمد مطلوب کاور تهران یه خواننده از ایران اومده بود چند وقت پیش آقای هستن که آهنگش جا نه 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 یه اسم چیزی داره یک بار اومدن ایشون برنامه اجرا کردن برگشتن ایران بله اومدن کاور تهران یه شب برنامه داشتن بله. آقای حالا اسمش بله. یادم میاد بهتون میگم من اون موقع تلویزیون برنامه داشتم و گفتم که کاور تهران درسته مال آقای مسعود احمد مسعود احمد مسعود با همه بچه‌ها رفیقه اونجا مال همه است بله. درسته سرمایه‌اش مال احمد مسعوده ولی این بچه‌ها عمرشون رو گذاشتن تاریخ موسیقی ایران این شاعران این حتی این خواننده ها اینجا پاتوقشون بوده یه خونهشون بوده اینجا بود خودش یه اعتباری داره ساسی مانکن آقای وحید آقا ساسی مانکن بله ساسی مانکن بعد برای ایشون دعوت نکرده بود که ساسی مانکن در لس آنجلس هر کس اومده بود میره تو کاباره تهران و در آگهی میگه ساسی مانکن در کاباره تهران با. این کاباره تهران مال همه این بچه‌ها عمر جوونیشون گذاشتن خود آقای مسعود عمرش گذاشته جوونیش گذاشته میدونی چند سالی احمد مسعود ابنی یه شب راحت نخوابیده سالها خب البته پذیرفت پریشب گفت گودم یه موقع اشتباهی میکنه درست آفرین همینه پاتوخ اینه که آدم گاهی اشتباه میکنه ولی یه جایی مثل کاباره تهران